سلام و عرض ادب، حالتون چطوره؟ اسم من حاجی وارلاکه. دوستان عزیز، فرصت گیر اپ کردن فول 610 تو فاکین یک روز، تو چند ساعت میتونید 610 بشید؟ تو چند ساعت؟ 2-3 ساعت میتونید تو لول اپ بکنید و بالای 10 تا ماونت جدید و کلی ریوارد و تنس موگای فوق العاده، رپوتیشن، چیزای عجیب غریب که تا حالا نداشتید. فوقلادست 11.05 با من همراه باشید. میخوام بهتون ایونت 20 سالگی که چطوری میتونید همه ریواردش رو توی یک دو روز بگید. فوقلادست با من همراه باشید. لایک، کامنت و سابسکرایب بکن. چنل من رو خیلی دوست دارم. تو استریم ببینمت. با من همراه باش. پیس اوت. لیتس گو. خب همونطور که مشاهده میکنید ما بیرون از کاورنز آف تایمیم، یه فضای خیلی خفنی و بریزا داره داده و کلی کوست داره. من همه رو گرفتم و کوست اولش از این خانومی شروع میشه که میگه با چند تا امپیسی صحبت کنید، حتما این کار بکنید. جوایز اکثر کوست بهتون برونزه، مثل همون ویکلی که توی دورنگال هست، حتما انجام بدید و برونز رو بگیرید. یه چیز خیلی جالب اینه که برونزه واربند ترانسفرابله، یعنی اگه شما هر روز با هیروهای دیگه تون پاشید بیاید بزنید، خیلی سریع تو 2 روز میتونید تمام جوایزشو بگیرید. اگه مثلا 10 تا هیرو داری که میگم تو یه روز هم میگم بتونی بگیری، اینقدر آسونه. خلاصه که همه کوئستا رو ازشون بگیرید و ازتون میخواد که مثلا با یه سری ام پی سی صحبت کنید، مثلا کنید با این ام پی سی. خیلی صحبت کردنیه، خیلی سریع، کاری نداره و شما وقتی صحبت میکنی خیلی جلی میتونی دانش بکنی. کوئست لاین های دیگه هم وجود داره که باید انجام بدید. الان بهتون میگم مثلا شما این ترولی که اینجا میبینید اصلا کوئستش لازم نیست بگیرید به نظر من، چون که نیازی نیست دیگه، یعنی اصلا ریوارد جالبی هم بهتون نمیده. کوئست تحویل میدی، برونز میگیری، خیلی ساده است. حالا کوئست های مختلفی که ازتون میخواد چیکار بکنید؟ اول اینکه یکی ازتون میخواد که برید تایم واکینگ بزنید. میدونید که توی پچ جدید 11.05 ما دانجن فایندر تایم واکینگ کلاسیک داریم، یعنی ما سفر میکنیم به زمان نسخه های کلاسیک و دانجن کلاسیک رو میزنیم. آیتم های خیلی بالایی هم بهتون میده، خوراک کچاپ گیره و همچنین بهتون ایونت تایم واکینگ دیگه، ریوارد و لول اپ و اینجاها هم به درد میخوره. ولی برای کلاسیک آوردن، یعنی دانجن های نسخه 60 و جایزه 597 میده. آیتم 597 در کنار برونز که میگه 5 تا بزنید، کافی دانجن فایندر رو باز بکنید و اینجا این تبش رو باز میکنید، به همین راحتی تایم واکینگ کلاسیک جون میدید. خب این میشه این برای این کوست. کوست بعدی که خیلی جالبه، میدونید که کلی هم جایزه میده، یعنی تایم و بج میده 597 و برونز بهتون. این کوست خیلی مهمه که بزنید، فکر کنم روزانه هم میشه زدش، یعنی همونطور که مشاهده میکنید آیکون کوستش ریپیتیبل روزانه است. شاید البته به خاطر اینکه رید باشه این هفتگی باشه، ولی خیلی ساده است. میگه باید برید رید بلک راک دیپس. اگر نمیدونید بریزارد اومده دانجن کلاسیک نسخه 60 بلک راک دیپس رو تبدیل به رید 10 تا 15 من کرده. برای اینکه بزنید کافی برید توی پریمیت گروپ توی واروین، اینجا خودتون میتونید بسازید یا اینکه جوین مردم بشین. حالت نرمال اچ سی هم داره و ریوارد خیلی مهمی هم میده. و وقتی که شما بلک راک دیپس رو میزنی، کوستانش رو میتونی تحویل بدی و جوایزش رو دریافت میکنی. در کنار اون تو خود دانجن هم شما میتونید یه سری کلید بگیرید. این کلیدا که از خود توی اون دانجن گیرتون میاد، وقتی تحویلشون بدید میتونید آیتم خیلی جالبی بگیرید. یعنی خلاص کچاپ گیر فوق العاده ای داره و حتی اگه هیرویکشو بزنید شما میتونید آیتم هیرویک بگیرید که این خیلی خوبه. خیلی جالبه که شما میتونید به راحتی آیتم اچ سی، یعنی آیتم خیلی خوبی رو در میارید و خوراک کچاپ گیر کردن و زدنشون هم آنچنان سخت نیست. ما خودمون تو لایو استریم، یعنی من حاجی بارک میخوام انجام بدم و کوسلانش همینه، میگه که این کارا رو بکنید، باس آخرش رو بزنید یا اینکه یه بار جون بدید بزنیدش. و یه چیز دیگه هم داره به اسم کرومی کودکس که این یه ایونت جدید آوردن. اگه نمیدونستید ان پی سی کرومی هم اینجا نشسته و از این میتونید بگیرید این کوستشو. بازم برونز میده، بازم آیتم 597 میده. اینجوری که دانجن فایندر رو باز میکنی و توی دانجن فایندر اینجا شما میتونی کودکس کرومی رو جون بدی. خود زدن کودکس کرومی بهتون آیتم میده، ریوارد میده و حاوی یک داستانه و ما رو میبره ایونت های داستانی، مثلا از حمله آرتاس لیچکینگ یا وقایع مختلف توی ازوراس. کوستان بعدیش اینه که من بهتون پیشنهاد میدم حتما بزنید، با اینکه پی وی پی بهتون خب جوایز متعددی میده، بازم 597. اینجوری بهتون میخواد که برید توی باتل گراوند 500 تا آنر میگیری و اسمش از کوراک ریونج. حالا این قضیه چیه؟ اینجوری که شما باید گروپ فایندرتون رو باز بکنید و به همین راحتی
اینجا مشاهده میکنید یه دونه بیجی جدید داریم به اسم کارک ریونج جونج میدی. حالا این کارک ریونج که جونج میدی چی میشه؟ آلترک ولی نسخه قدیمه، مال نسخه کلاسیک ورلد آف وارکرافته. و بچه ها ماونت دراپ بکنید، من فکر کنم ماونتش رو دارم که بخوام بهتون نشون بدم. اگر میکنید که شما میتونید این ماونت رو بگیرید از کارک ریونج که البته برای هورد آلنس قیافشون فرق میکنه، خیلی خیلی ساده هم هست، یعنی برای آلنس چیز دیگه است، برای هورد اینه و گرفتنش هم کاری نداره. فقط کافی میگم برید بزنید کوستلانش انجام بدید و داخل خود باتل گراوند یه سری کوست داره که میگه انجام بدید و پاک میشه. بچا حتما اینم بزنید. کوست بعدی هم که داره بهتون میگه که میگه که باید برید ورد باس بزنید. اگه شما ام رو بزنید و مپو باز بکنید میبینید که آزورگوست اینجاست و دون واکر دوباره برگردوندن، شاف انجل هستش و اینورم ما دراگون نایتمر و لورد کازا که دارید. خود این ورد باس ها رو اگه برید بزنید خودشون چند تا دراپ آیتم دارن و همچنین مانت بسیار زیبایی میده که اینم از بازی پاک شده و بهتون پیشنهاد میدم برید بگیرید. اوبزیدین ورد بریکر اینو دوباره بلیزارد آورده و شانس دارید که اینو از باس دراپ بکنید در کنار مانت های دیگه میده. پس چند تا کوست شد؟ یک کدکس کرومیه، دو رید بلک راک دیپس و همچنین ورد باس ها و انجام دیلی کوست های اینجا. حالا تمام اینو انجام بدید برونز رو جمع بکنید با یک هیرو میتونی فکر کنم 20 خورده ای برونز رو تو یه روز جمع بکنی. سه چهار تا هیرو داشته باشید تو یک روز میتونی سه تاشو بگیری. وندورش اینجاست، با همین راحتی باهاش صحبت میکنی. سه تا فوق العاده زیبا داره، اینی که مشاهده میکنید سه تا دس نایت، ما سه تا دیمن هانتر رو هم داریم، سه تا ایووکر. ببینید البته ما سه تا ایووکر نبوده، بلیزارد الهام گرفته، سه تا دروید ریکالر شده، فوق العاده زیباست. ببینید که کیفیتش چقدر بلیزارد روش کار کرده. سه تا میج رو مشاهده میکنید چه کیفیتی داره. سه تا تیدو هستن، اینا ریکالر شدن. سه تا هانتر شما میتونید اینو با همه هیراتون بگید و اکام باونده، یعنی در واقع وار باونده. ست مانک میرین و ست فوق العاده پالادین وار بنده و شما میتونید با تمام پالادیناتون داشته باشید. ست روگ رو مشاهده میکنید که چقدر زیبا، ست پریست و این بس ست شمن و این بس ست واریر که فوق العاده است، ست و ست فاکین والا که عشق منه. البته یه سری چیزاش هنوز الیو که میبینید که ویستش هنوز ساخته نشده. خلاصه گرفتنش آسونه، انجام دادنش آسونه. یه سری مینی ایونت داره، شما میتونید شرکت کنید، مانت اینجا شو آف بکنید، اینجا همه مانت سوار میشن و مسابقه مانت، مسابقه ترانسموگ، وقایع مختلف اینا که اینجا داره داستان میگه، جنگ بین اژدهایان برونز و کتون رو داره توضیح میده و خیلی از کاراکترهای بال داستانی مثلا لوروواکچو اینجا وجود داره نشسته. کلی کاراکتر خفن داستانی، اریاک اینجا هستش، لیروی جینکینز این داشتمون تو دراگون فلایت که سوب میپخت دیگه، چنستروم تال، او کلی موجودات خفن اینجا هستن. ایونت خیلی بالیه، ریواردهای متعدد میده. البته اینا فقط این ریوارداش نیست، بازم چیزای مختلفی داره. شما میتونید از باف رپوتیشن و اکسپریانس گین بیشتری تو این ایونت استفاده کنید و همچنین شما میتونید کلی جوایز دیگه هم بگیرید. اگه دقت بکنید اینجا یه مانت دیگه رو ما داریم برای گرفتن. کلی توی دنیای توی کمپینیون و چیزهای مختلف دیگه رو میتونه بهتون بده. کازمتیک های متعدد دیگه داریم، ببینید که مثلا شیلد های متعدد، چیزهای خیلی خوشگلیه که بلیزارد طراحی کرده. واقعاش که خیلی خیلی کار خفنی و بلیزارد برای این کار کرده. همچنین با تایم واوجتون شما میتونید کلی کلی رپوتیشن رو از مال نسخه های قدیم بگیرید که قبلا هم چیزی نداشت، چون الان کلاسیک تایم واکینگ اومده دیگه، ما هم چیزی هم داریم و قرار بمونه. اینجوری نیست که فقط برای این ایونت باشه و ریوارد متعددی داره و خیلی جالبه. بازم میگم این پی سی هاشون رو خودتون باید دونه دونه باز بکنید و میبینید که این مثلا اینا دیگه قرار پاک بشن. با برونز میتونید برید بگیرید، شیلد داره، بک داره، ویپن داره، چیزای متعددی داره میتونید بگیرید، پت داره، توی داره، هر چیزی بگم کم گفتم، فینگر داره و و و و ریوارد ها متعدده، جوایز خیلی زیاده و دونه دونه باشون صحبت بکنید جوایزش رو ببینید. حتی آیتم کچاپ گیر هم داره که به همین راحتی با تایم وارد میتونید بگیرید و یه سری تایتل خیلی جالبه، تایتل هم حتی میفروشه اینجا. نگاه کنید اینا همش تایتله، بهتون پیشنهاد میدم تمام این تایتل ها رو بخرید که اینا قبلا مال قدیم توی بازی بوده و پاک شده و اینا رو میتونید استفاده کنید. خلاصه که ایونت باحال و جالبیه و من خیلی لذت بردم. من واقعا توی که تو پی تی آر هستم لذت بردم و بهتون پیشنهاد میدم حتما کشاپ گیر به راحتی آلتاتون رو 610 بکنید، فوق العاده است. یعنی تو یه روز میتونید این کارو بکنید. امیدوارم که به درتون خورده باشه این آموزش و پیشا پیش 20 سالگی جهان وارکرافت بر شما تبریک و تهنیت. بوس بوس، پیس اوت، خداحافظ. Oh, 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 oh